نبود علائم و نشانه های ترافیکی در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس همواره موجب وقوع حادثات ترافیکی شده و از باشندگان این ولایت قربانی گرفته است. اکنون شمار از باشندگان بادغیس از عدم موجودیت علائم ترافیکی در جاده های شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت انتقاد می کنند. آنان می گویند عدم وجود علائم و نشانه های ترافیکی منجر به افزایش حادثات ترافیکی و جان باختن افراد می گردد. این باشندگان انتظار دارند تا نهادهای مسئول مبنی بر نصب علائم و نشانه های ترافیکی در جاده های شهر قلعه نو اقدامات جدی را روی دست گرفته و گام های عملی را بردارند. علائم ترافیکی داخل شهر نیه، مثل چراغ ترافیکی، چیزا ترافیکی زیاد نیه داخل شهر. واسه از این میشه که زیادتر حادثات رخ بده و مردم زیادتر با مشکلات بر بخوره. ما از دولت خواهشمندیم یک تایید داشته یک توجه خاصی بکنن و علائم ترافیکی را داخل شهر نصب کنن. اگر این علائم ترافیکی نباشه ما دوچار بسیار تصادف های زیاد میشیم، مردم بسیار خسارمند های زیاد میتیم که حتی هموطن های ما بسیار با مشکلات جدی ما روبرو میشه. به همین خاطر ما خواهشمندیم از دولت خود تا علائم ترافیکی را بسیار بیشتر کنه. با این حال مسئولان مدیریت ترافیکی بادغیس آمار می‌دهند که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 137 حادثه ترافیکی در اداره آنان به ثبت رسیده که در پی این حادثات 28 تن جان باختند و 26 تن دیگر مجروح شدند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل بودند. این مسئولان با تایید چالش موجود میگویند آنان موضوع مذکور را با مقام ولایت و فرماندهی پلیس بادغیس شریک نمودند و با فراهم شدن بودجه کافی کار نصب علائم ترافیکی در جاده های شهر را آغاز میکنند. این لوحه ها را ما تجدید نظر کردیم، نظر میکنیم و پیشنهاد کردیم بودجه به کار است، مصرف میشه، این لوحه ها قرارداد میشه، شاید از مرکز بر ما بیاید یا ریاست اطلاعات و ریاست فواید عامه بر ما کمک کنه، جمع شهرولی، جمع ترافیک، انشاءالله این لوحه ها را ما تکمیل میکنیم، نصب میکنیم. این در حال است که موجودیت علائم و نشانه های ترافیکی در شهرها و جوامع شهرنشین مهم پنداشته شده و باعث ایجاد نظم و جلوگیری از وقوع حادثات ترافیکی می گردد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.